بابا تو واقعا نمیفهمی مدت به من چی گذشته نه؟ فکر میکنی آسون بود که تو الان اینجایی؟ سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. قسمت 13 سریال میخواهم زنده بمانم همراه با کامیز و نازگل عزیز. و یک نکته خیلی مهم این که هر کدوم از ماها نماینده بخشی از جامعه هستیم، نماینده بخشی که این سریال رو دوست دارن ندارند و نظرهای هنری میخوام بدن و نظرهای شخصی خودشونو میدن. شما میتونید هر کدوم از ما رو یکی از نمایندگان خودتون تصور بکنید. من به محض اینکه پام از در اون اتاق گذاشتم بیرون و چشمای مضطرب هما رو دیدم، سوای قولی که به شما داده بودم به خودم قول دادم دیگه تو هیچ اتاقی که هما پشت درش واسطه بجاش تصمیم نگیرم. از نازگل عزیز شروع میکنیم. لایک و سابسکرایب کامنت یادتون نره. همین الانم خواهش میکنم لایک کنید که این برنامه دیده بشه، که دوستان ما که اینقدر میان و میگن کامبیز عزیز میان میگن که آقا برنامه شما چرا شبیه برنامه فلان نیست. آقا سبک ما فرق داره خانم آقایون، سبک ما متفاوته. ما نشست میذاریم و یک صحبتی میکنیم. از طبق برخلاف تمام قوانین میخوام از کامبیز عزیزم شروع بکنم که الان روش غر کرد رفون بر بگو به خدا اول من نخواهی. خب از شما کامبیز عزیزم شروع میکنم که تو همه برنامه ها ما متاسفانه همیشه نفر آخر بودی ولی این دفعه نفر اولی. بفرمایید ما داخل گردان آره. جوان سینما ایران داره چاپ میشه. بگو عزیزم بگو شما. نه نه قربونت برم بفرم دیگه تو بخورم بگو خواهش میکنم. نه فدا چپ شما بفرم. من اول از سلام عرض میکنم خدمت نازگوله عزیزم، دوست گل آقای مهدی گنجه‌ای، دوست بسیار شریف گلم و مخاطبین از شما گلتر. فیلم میخواهم زنده بمانم این در اصل اتفاق با نازگل حرفش بود، پیام دادم برشمش گفتم، گفتم این فیلم در اصل میخواهم بمیرمه ولی عداشو داره در میاره که میخواد زنده بمونه. من چیزی توش ندیدم. حالا خب سلام کامیز جون، سلام مهدی جان، خیلی خوشحالم که امشب در کنارتونم. به همه بینندگانی هم که میدونم منتظر میخوام زنده امانم بودن سلام میکنم. ما برگشتیم با یه قسمت دیگه، یه قسمت به خودمون تنفس دادیم، گفتیم بعد یه اتفاقاتی بیفته برگردیم. من یه 5 دقیقه بعد از سریال رو به دیوار سفید زل زده بودم. نظرات تو همین الان بگو، از همین الان شروع کن. ببین اولا این که خب من کاملا این قضیه برام مشخصه که ما داریم یک سریال میبینیم و تا تموم شدن سریال قاعدتا باید منتظر بمونیم، ولی خب قسمت به قسمت چون اومدیم جلو، من دوست دارم وقتی قراره یک سریال خوب ببینم وقتی 2-3 قسمت پشت سر هم دیگه هی باگ برای من ایجاد میکنه انقدر فاصله نندازه توی اتفاقاتی که میخواد روایت بکنه. توی این قسمت یه ذره من یه شخصیت نوستراداموس داشتم، یه شخصیت کریس انجل داشتم، هر جفتشون با هم بوده بودن توی این سریال و داشتن بازی میکردن. من اسپویل میکنم، لطفا اسپویلر آلارت بذارین که کسانی که این قسمت رو دیدن بیان بگن، چون اگه اسپویلش نکنم نمیتونم توضیح بدم. توی قسمت قبلی ما دیدیم که آقای دشتی و فرخی با هم دیگه سر خاکی صحبتهایی کردن، تیر خوردن و حالا اومدیم ادامه داستان. پدرام شریفی این نوستراداموس رسید بالا سر دشتی، گفت مدارک رو کجا گذاشتی؟ کدوم مدارک؟ با کی شما اصلا کجا خبر داشتی مدارکی موجوده که قراره بهت بدن؟ تو کی اصلا وارد بازی فرخی و دشتی شدی؟ تو یه آدمی بودی که به واسطه عشقی که از دست داده بودی افتاده بودی دنبال یه سری اتفاقا. من اینکه بری اسلحه بخری و درک میکنم که تو میخوای انتقام عشق از دست رفتت رو بگیری، ولی درک نمیکنم که دنبال چه مدارکی هستی. اصلا تو خبر از چیزی نداشتی که دشتی خواسته با فرخی در واقع پیمانی ببنده. این از این داستان. پایان داستانم مفتاح به صورت خیلی کریس انجل تور زنده شد. چیکار دارین ما میکنین دقیقا؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگه میشه اصلا اون همه چاقویی که خورد، اصلا حداقل 50 ضربه چاقو خورد، همین الان با علم الان پزشکی و درجا با هلیکوپتر اورژانس میرسیدن بالا سرش، نمیتونستن نجاتش بدن؟ برادر من واقعیت رو دارین میسازین یا دارین واقعا به ما میخواین بگین فیلم دیگه؟ خب بپذیریم تو فیلم یه نفر با 50-60 ضربه میتونه زنده بمونه، من الان میتونم نتیجه بگیرم فرخی هم دفعه بعدی با قلب صدمه دیده و روی سوراخ شدن به هوش میاد. عصبانی بودم بذاره. نه کلا آره. ببین اولا که تمام مسائلی که داری میگی درست، همه اینا دلیل بر اینه که کامیز عزیز نازگل و بینندگان عزیزی که دارن ما رو میبینند، همه اینا دلیل بر اینه که وقتی که ما یک سریالی رو
قطعا این قسمت 13 قسمت نفسگیر و هیجان انگیزی بود. اینو قبول دارید قسمت هیجان انگیزی بود و یه سری اتفاقات افتاد. مفتا اومدم من گفتم آفرین پیداش کردن ای ولاله میخواد چیکار بکنه میدونی به هیجان افتادم. دو دلیل داره. خود مفتا اومد بالا قشنگ گوپس. من انتظارشو داشتم که وقتی دوربین در اونجا باشه مفتا بیاد بیرون. اصلا انتظارشو داشتم. دو دلیل داره که یه دلیلش خودت قبل از برنامه من گفتی احتمال داره خواب داره میبینه. احتمالم هم هست که اگر بخواد که این کارو بکنه که خواب ببینه که یعنی این به این حرفی که من میخوام برسم یعنی تو 13 قسمت سریال رو من انتظار داشتم قسمت 7 پسر بیاد بگه مثلا و من این کارو کردم. خب این هیجان سر ببین ماها بلدیم سریال همه چیش خوبه، رنگش خوبه، تصویر پردازیش خوبه، فیلم برداریش خوبه، بازیگریاش خوبه، میرسیم به تو کامبیز. نباید مغرضانه به این داستان نگاه بکنیم و نیایم بگیم که آقا یه سریالی به نام قورباغه بود خب اوکی اگه مثل اون دیگه نسازید دیگه سریال خوب نیست. بیننده عزیز، بچه‌ای که دارید سریال رو می‌بینید، سریال ما یه چیزی مشکل فقط تو سریال سازیمون داریم. همه یه چیز این سریال به نظر من سریال خوبیه. ولی ما چرا تو قسمت 13 باید به اینجا برسیم؟ ما باید تو قسمت 8 میرسیدیم. چرا؟ اگر بخواد این قضیه‌ای که مفتاح از ماشین پیاده میشه موضوع خواب دیدن باشه، یعنی رسما آب بستن تو سریال، یعنی که میخوای دقایق پایانی رو بگیری که به یه نقطه عطفی برسونی، بگی آخه من اینجای سریال رو نوشتم الان رو دقیقه 42 هم بعد 45 تحویل بدم، یه صحنه این چنینی باید بچسبونم بهش، پس بذار بنویسم. خب و مینویسن دیگه، نویسنده این رو میدونه. یه مشکلی که ما داریم توی سریال سازیمون اینه که بیزینسی به کار نگاه میکنیم. نمیگیم 5 سریال مینی سریال بسازیم، هر مینی سریال 6-7 قسمت ولی خوب، میگیم یه دونه میسازیم 20 قسمت گند و گوه که بعد این اتفاقا بیفته که ما تو قسمت 13 تازه برسیم. آقا من هنوز نتونستم تشخیص بدم این واقعا مادر هما حقیه یا مادر ناتنیش، اینقدر دارن مادر. نه واقعا حسش برای من اینه، من هنوز هی میگم نکنه دیالوگایی که دخترت دقیقاً دیالوگایی که نوشته میشه، دیالوگایی که من هنوز تشخیص نمیدم این مادر خوندشه مادرشه. بابای میاد تو اتاق با هما حقی صحبت میکنه، من احساس میکنم مامانه مرده. آره مامانت هم اینجوری بود، مامانت هم اینجوری گفت. آقا من نمیفهمم واقعا اینا رو. کارگردانای عزیز من اینو بگم و دیگه حرفی ندارم، کامبیز حرف نهاییشو بزنه، من این برنامه رو کوتاه ببندیم تموشو بره و مردم تصمیم بگیرن. کارگردان عزیز، نویسنده عزیز، کم بساز همیشه بساز، 20 قسمت نساز که همه فوشت بدن، 6 قسمت بساز بعد تموم شد بعد برو یه سریال دیگه بساز. سریال پاتریک ملروز که من تو همین پیج خودم معرفی کردم یک سریال 5 قسمتیه، یک مینی سریاله، آدم لذت میبره، هیچ موقع از یادش نمیره. ترو دیتکتیو یک سریال 8 قسمتیه، برید ببینید لذتشو میبرید. حالا میخوان اونو 20 قسمت بکنن آب میبسن. نازگو تو حرفتو بزن که بریم سر سراغه. ببخشید کامیز من دارم پر حرفی هم میکنم. ببین اتفاقی که افتاده اینه که شخصیت پردازی های سریال میخواهم زنده بمونم پرفکت، یعنی واقعا فکر کردن به شخصیت پردازی ها و واقعا براش تلاش کردم و من یه بار خودم توی نقشه میخوام زنده بمونم گفتم اینها قابلیت اینو دارن که بیان اقتباس کنن از هر کدوم از این شخصیت ها، بکشن بیرون ببرن برای خودش داستانش رو دارن بدن بسازن. کاش این کارو میکردین به جای تعدد اینقدر شخصیت زیاد توی داستان ما، کاش میومدین و مثلا شخصیت ها رو کمتر میکردین، به قول مهدی 4 مینی سریالش میکردین، هر کدومو داستان جداگونه میبردین، شاید به خدا اتفاق بهتر و جذابتری هم میافتاد. و واقعا باید این سمتی بریم، وقتی ما نمیتونیم سریال خوب بسازیم باید مینی سریال بسازیم. مینی سریال هم نه مثل گاندو که آبروی همه رو ببره، نه مثل سریالی که سریالی که شبکه 3-4-5 نشون میده. اقلا تو بخش نمایش خانگی آقا بیان یه سرمایه گذاری بکنید، بیارید سحر دولتشاهی تو 50 سریال بیارید ولی بتونه نفس بکشه. ببین من همیشه این حرفو زدم، یه بار دیگه هم تاکید میکنم به این حرفی که میزنم، ما یه سریالو بر اساس آدمهایی که توش بازی میکنن، اسمهایی که در اون سریال وجود داره میایم رده بندی میکنیم و یک انتظاری در ما به وجود میاد. خب
من موقعی که اسم حامد بهداد میاد، اسم ایس میاد، ایرج میاد، سر دولتشاهی میاد و و و و و و درون من از به عنوان یه مخاطبی که دارم نگاه میکنم باعث میشه که بیام این سریال رو نگاه بکنم دیگه. یه ما از اسم ها ناشناسه، آدم ها ناشناسن، میام یه ارزیابی میکنم، یه بالا پایینی میکنم. متاسفانه الان سریال ها به این سمت شده که من برم 4 سوپر استار رو، 4 آدم مثلا بزرگ و 4 بازیگر خوب رو بردارم بیارم، بعد بقیهش دیگه مهم نیست، اینا فقط به خاطر اینکه مردم اینا رو ببینن میان سمتش نگاه میکنن. من مثلا بازی که پسره داره میگه آجو من تریاکو من گذاشتم تو ماشین تو همون جان، اون بازی رو واسه من شرح بده 2 دقیقه، 1 دقیقه در موردش صحبت کن، چه حسی باید توش داشته باشه. یعنی اگر توی ماشین عموه خیلی سخت‌تر میومد میگفت که رفته تریاک گذاشته یارو رو برده بیچاره کرده. من خودم شریکش بودم. آخه خیلی خنده داره. عمو من یه چیزی بهت بگم. چجوری تو رود نگاه کنم؟ من تو ماشین تریاک گذاشتم تو به باد فنا رفتی. آخه این چه خند؟ آخه اصلا خنده داره. حالا کاری اصلا با نویسندگیش، کاری با کارگردانیش، کاری با دکوپاژ اشتباهی که اصلا توش پره، ایرادها توش چی میگن ولول میزنه میاد بیرون ندارم. حامد بهداد بلند میشه میاد، از لحاظ شخصیتی حامد بهداد نامبر وان، اوکی من قبولش دارم، بازیش اوکی قبولش دارم، ولی نگاه کن مت چجوری داره میکشتش. بیا بریم تو اتاق، میخوام باهات صحبت کنم. من نفهمیدم این رئیس کل چیز بود، کل چی میگن قوه قضایی و رئیس کل همه کاره بود، یعنی با اون حجم از اعتماد به نفس و قدرتی که این داشت اصلا نیازی به این بساط و بازی ها نبود، خیلی راحت میتونست 1000 تا کار دیگه بکنه. و اینها منو آزار میده، منو مخاطب آزار میده، دوست ندارم، بدم میاد. میگم آقا تو یه کاری رو مثلا میسازی، یه شخصیتی رو آوردی، شخصیت پردازی کردی، یه داستانی رو شکل بو دادی، تکلیف منو مشخص کن که من میخوام یک رمانی رو بخونم که مثلا مال دهه 60 که بتونم عین اون موقع باور بکنم، یا نه مال الانه. آخه این چه خنده داریه. رفتم حبس یارو رو کردم 2 سال، اعدامو کردم 2 سال. آقا مگه چجوری میتونی تو این کارو بکنی؟ خب اگه تو اینقدر قدرت داری چرا ایکس فلان کارو نکردی؟ بازی ها که اصلا نگو. من سحر دولتشاهی واقعا افتضاح بازی میکنه تو این سریال، واقعا داره افتضاح بازی میکنه. من خیلی از کار سحر دولتشاهی رو دوست داشتم، من چندین و چند بازیش دوست داشتم، ولی تو این سریال خدا وکیلی اگه مترسگ میذاشتن بهتر بود. خدا کنه اصلا به جایی که برن این بازیگر رو حداقل بیارن که اینجوری بخوان کار کنن، برن 4 جوون با استعداد دیگر رو پیدا کنن به اونها دور بدن، 4 نفر آدم جدید بردارن بیارن. یعنی اگه 4 تا، یعنی اگه من جای آقای حسینی بودم میرفتم 4 پلاتوی تمرین تاعت نگاه میکردم، بازیگری رو میتونستم بیارم که از این آدم قشنگتر بازی بکنه. من به غیر از حامد بهداد بقیه بازی ها رو اصلا متلاشی میبینم، واقعا متلاشی میبینم. خب اون موقع من میام چیکار میکنم؟ میام حالا الان میگن میکوبه، من نمیخوام بکوبم، من اسم ها رو نگاه میکنم. من موقعی که اسم سحر دولتشاهی رو میخوره، اسم علی شادمان میخوره، بدرام شریفی میخوره، ایکس ایگرگ این همه آدم میخوره، انتظارم میره بالاتر. خب اگه قرار بشه منم بالا میشدم میرفتم جلو دورمین، عمو من تو ماشین یا تریاک گذاشتم، حالا چجوری تو چشات نگاه کنم؟ خب بابا کلنگم وعدری بذارین کارو میکنه دیگه، دیگه چرا واسه من اسم میذارید، اسم بازیگر میذارید؟ و اینا بده. از بابت نور نورش خب خوبه، من رنگ و لعاب سریالو دوست دارم، میپسندم، چش منو درگیر میکنه، خیره میکنه به تصویر، ولی فیلم برداریشو واقعا دوست ندارم اصلا. یعنی یه ذره هنر به خرج نداده، یه ذره بچرخونه، یه ذره این ور کنه، یه ذره اون ور کنه، همه چی بت بت تپ 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 بگیر. اینو قبول ندارم. این نوع فیلم برداری برای عام مردم اوکیه، برای تو که فیلم تو میری از پشت قاب دوربینم میبینی این برای تو آره چیزه، ولی این سریال به نظرم برای عام مردم بسیار عالیه. برای منم سریال خوبی بود، من دوستش دارم، ولی من توقعم، گوش کن بگو ببین، آخه اینی که عامه مردم دوست داشته باشند یا عامه مردم دوست نداشته باشند برمیگرده به داستان و چیدمان و بازیگرا.
ولی منی که میام این همه پول دارم خرج میکنم، منی که این همه امکانات دستمه این کارو نمیکنم، این یعنی دیگه اصلا گند زدم. ما آقا ما فیلم هایی رو داریم، خیلی فیلم ها هستش، آقای محمد گلزار داره خیلیشو بازی میکنه، من نمیبینی گیشه داره، عامه مردم دوست دارن میپسندن عشق میکنن، ولی یه چیزی حداقل داره دیدن. الان مثلا این آقای عزت خاک فیلم برداره، یعنی یه انتخاب لنز درست زخ سخته. ده شصتی فیلم برداری کرده مثل پدر سال. توی بخشیدن هیچ منطقی نیست، اگه دنبال منطقی انتخاب راه بهتریه. آره دوستان عزیزم، فیلم برداری دهه شصتی به نظر من یعنی ماجرای نیمروز. تو سال 90 فیلم بسازی ولی طوری بری طراحی رنگ و انتخاب لنز بکنی که طرف فکر کنه داره دهه 60 اتفاق میفته، نه آبادان 1160 که یه تیکه از این فیلم برداشته بود، یه تیکه برداشته بود 1080 پی فول اچ دی بلو ری گذاشته بود. مثل خب شهبازی که تو دهه 60 وصله میزادن مامانا. دقیقاً. آره دقیقاً. و اینکه به نظر من اگر میخواستیم دهه 60 رو نشون بدیم، خوبه همه یه فیلم با همین کوالیتی دهه 60 رو حالا نشون میده. حالا اگه میخواستن یه دونه فیلتر مینداختن میشد دهه 60. ولی این سریال از لحاظ من خوبه، ولی نه اینکه الان تو قسمت 13 به اینجاها برسیم که باید تو قسمت 8 بهش میرسیدیم. من خواهش میکنم از دستندرکارانمون که اگر سریال مینویسن، مینی سریال 8 قسمت یه سریال بنویسن، نمیخواد 20 قسمت بنویسن، بعد که تموم شد برن فکرشون رو آزاد کنن، مردمم به به چه چه میکنن عجب سریالی ساختی، یا برید فصل دومش رو بسازید که پیشنهاد میکنم باز تو ایران همچین اشتباهی رو نکنین، برید یه سریال دیگه بسازید، بازم یه 8 قسمتی دیگه، بازم یه 8 قسمتی دیگه دیگه. حالا به هر حال بچه‌ها که میرن پیش تولید میکنن میبندن همینو، میگن همینو 30 قسمت میریم، همینو 30 قسمت میریم، بریم هی وسطش هم اضافه میکنیم که نشه مثل ملکه گدایان که این هفته فیلم برداری میکردن، هفته بعد پخش میکردن که باران کوسری کرونا بگیره، مجبورشن بزنن پایان فصل دو فصل یک. حالا به هر حال به اونم میرسیم. یه اتفاقی که تو میخوام زنده مانم میفته اینه که اینو به من نشون میده، بعد من میگم که او چه باحال، حالا برم دنبالش ببینم چیه، بعد دیگه یادشون میره اصلا یه همچین چیزی رو گفتم، میذارن تو تاخچه یهو پنج قسمت هم میگن اینم بود، دیگه منم یادم رفته، دیگه منم هیجانی برای دنبالش ندارم. ما آزاده صمدی رو دیدیم اومدیم ترکوندیم، انقدر ازش تعریف کردیم که تو چقدر پرفکت بودی بابا زنه، یک نگاه به شوهرش کرد فهمید یه چیزیه، مشکوک شد. من دو قسمت سه قسمت گفتم میاد، بالاخره میاد، الان کو کجا رفت اصلا، چی شد زن امیر شایگان کلا فراموش شد. اول این قسمت یه نفر به من نشون داد که برگشت من تشخیصم دادم اصلا کیه، چه بازیگر جدید قراره به ما اضافه شه، دیالوگم نداشت، هیچ چیزی هم نگفت، بعد تموم شد قسمت. توقع دارین یه آدمی که یک صحنه به من نشونش دادین مثل کارت پستال، من دو قسمت دیگه یادم بمونه اینا اصلا کجا دیدم، بعد گمش میکنم تو قصه، هی میپرسم آقا این کی بود، کی اومد، ما چرا نمیشناسیمش. خب چرا دارین واقعا این کارو میکنی؟ اگر میخواین رازآلودم بکنید این کارو، به نظرم محتوای سریالتون محتوای مناسبی برای این داستان نیست. امیدوارم یه ذره، چون میدونم تیمشون به شدت تیمیه که حرفا رو گوش میکنن، نقدا رو دنبال میکنن، میشنون، خیلی هم بده ها، چون خودتون یه ذره کم آوردید که دارید از نظرات ما استفاده میکنید تو نگارش متنتون، ولی لااقل درست کنید اینها رو، ما قسمت های بعدی یه ذره راضی تر باشیم. ما یه بازیگر داشتیم قرار بود بیاد، نمیدونم کی بود، هنوز نیومده بود. شما اول داستان فهمیدین که بیژن بنفشه خار منتظرش بودیم، ولی این آدمی که من دیدم استایلش نمیدونم با گیری میگه بنفشه. بیژن بنفشه خار از توی لیست بازیگرا حذف شده. خب بیژن بنفشه خار اون چیزی که من الان توی ویکی‌پدیا دارم نگاه میکنه، بیژن بنفشه خار حذف شده، نیستش. و حالا چون تیتراژ هم اسامی بازیگر رو کامل نمیزنه فکر کنم، که الان من ندیدم تیتراژ پایینش، به هر حال فقط صدای همایون شجریان گوش کردم. بیژن بنفشه خواه توش نیست، حالا نمیدونم دیگه چه اول داستان کی بود، من نفهمیدم کی بود، ولی الان توی بازیگرایی که من دارم نگاه میکنم هم نزده، که قبلا بود بیژن بنفشه خواه بود ولی الان نیست. حالا به هر حال اینم میذاریم به عهده تماشاگرمون ببینن که چه خواهد شد. کامبیز جان برای دو دقیقه، من یه ذره چیز شدم، کامبیز جان برای دو دقیقه یه جنبندی. والا من اول باید خیلی تشکر کنم از آقای سخاوت دوست بابت این آهنگ بسیار 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 قشنگی که ساخته، خیلی عالی بود، موزیکش خیلی عالی بود دیگه. استاد همایون شجریان که اصلا دیگه نامبر وانه دیگه، اصلا جایی واسه تعریف اون چیزا نداره. و
امیدوارم. بعد اینا امکانات دارن مهدی، نازگل جان، اینا امکانات دارن، اینا پول دارن و پول دارن در میارن و من هدفم اینه که مخاطبی که من داره برنامه ما رو دنبال میکنه اینو بفهمه که اگر سطح توقعش رو از یک سریال ببره بالا، کیفیت کوالیتی سریال هایی که ساخته میشه میره بالا. تا زمانی که من بشینم و گوشکوب دوست داشته باشم فقط گوشکوب نصیبم میکنن و این ایرادهایی که من دارم میگیرم، چون ما هم میدونیم که قدرت این بازیگرها چقدره، قدرت کاریشون تا چه اندازه است، و تا زمانی که من مخاطب اینو نکوبم تو سرشون که آقای ایکس، خانم ایگرگ، آقای نویسنده، آقای کارگردان، تو با این اسمت، با این رسمت، من اینو ازت انتظار دارم و این انتظار منو برآورده نمی‌کنی، نمی‌بینمت، بایکوتت می‌کنم، اینا مجبور میشن به خودشون بیان و چون هزینه پرداخت میشه مطمئناً شکست می‌خوره. تلویزیون نیست من بگم اوکی حالا روشن می‌کنیم اینم می‌بینیم، شام هم می‌خوریم، دور هم نشستیم، یه قسمت هم نبود تکرارش. من دارم بابت هر قسمت این سریال هزینه پرداخت می‌کنم، یعنی به شما تیم سازنده دارم احترام می‌ذارم، قانونی نگاه میکنم که این چرخه به چرخه من سریال بهتری ببینم. اگه قرار باشه 5 قسمت دیگه باز هم ناامید بشم، یه جایی کاتش میکنم دیگه، ناامید میشم، یهو ولش کن، برای چی دنبال کنم؟ میرم هزینه رو میدم یه فیلم بهتری میبینم. میگم امیدوارم مخاطبین بدونن این حرف منو بپذیرن و بدونن که مگه این حرفا رو دارم میزنم واقعا قصد کوبیدن سریالی رو ندارم. نه، من اسم ها رو نگاه میکنم و بر اساس اسم ها انتظار دارم. الان یه سریا واقعا میان میگن کوبیدن، ببین طرف میاد، ببین من الان میگم کوبیدن، من الان بخوام یه جمله میگم کوبیدن فیلم بد است، طرف تا کوبیدن منو میشنوه پاز میکنه میاد بی کامنت میذاره. آقا چرا بقیهش رو دیگه گوش نمیده که من چی گفتم؟ ولی به هر حال دوستان مرسی که اومدین و اینکه بازم پیشنهاد میکنم دوستان کم بسازید، همیشه بسازید، خوب بسازید. مرسی که تا ما رو تا انتهای این برنامه تحمل کردین. شب و روزگارتون خوش باشه. تا یه برنامه دیگه حتما مزاحمتون میشیم. میایم برای یعنی ما خدافظی نکنیم؟ نه دارم میگم میایم برای خدافظی شما دیگه. بفهم گفتم بیا نازگلم بفهم شما. بفهم خدافظی. خواهش میکنم، خیلی لذت بخش بود در کنار شما بودن. مرسی که ما رو همراهی میکنید. سپاسگزارم. کامی جان بفهم. گلیت همتون رو دوست دارم. چه شما دوتا رو، چه مخاطبا رو. فدای تو بشم. شب و روزگارتون خوش باشه. تا یه برنامه دیگه خدا نگهدارتون. لایک یادتون نره، سابسکرایب و کامنت. خدا نگهدار. امشب شبیه که عشق نجات بده میکنه.